خب ما در داخل مقبره عامر صاحب هستیم و کنار ما مجاهدین امارت اسلامی ساده هستن و همچنان مسئول اینا که در اینجا هست همراهشون صحبت می داشته باشیم ببینیم اینا چی میگن. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. درت هوی حافظ عبدالهادی. حافظ عبدالهادی درت هوی چه سور زیکی چه دلتایی مور تقریبا دغه دری ورزکی شو د فراز خندل تراغلی مخکې مجاهدین به سوق دلته مخکې مجاهدین د فاریاب وو د فاریاب او فکر کوم چې ارکت تله د پروان بله او تللی و خو تللی موږ ته ټول د فاریاب دی د فراز بله د فراز دی درته و چې بیا موظفین دلته مثلا څو نفر دي چې ګزمکې دي شخواوی تقریبا څلوېش نفر او د شاوخوا په دا ټوله لیواک دلی ګزمکې سروی چل نفر چل نفر چل نفر در چهار اطراف اینجا می باشن به خاطر حفاظت ازی که این طرف ها مثلا کسی نبیه مشکل ایجاد نبکنه. خب نودر اتوایه چه سنگ دی خلق چه مثلا رازی مثلا بلو ولایتون چه رازی مثلا مخبری ترشی اگوی تخصه مشکل نده چه مثلا ترشی یا الحمدلله ایچ مشکل نسر طول خلق راز دا مخبری دا غسی رازی دعا که بیر تزی شب تیبیت شب خوشحالی بیر تزی دا غزه بیا اکسون رو تم اجازه وار کوی کنم مثلا چه اکسون وقت بلکل اجازه است هر طول یار هر سوک چه رازی دلتا اکسون نیسی ویدیو که بیر تزی خوب. خب تعداد مجاهدین ماشاءالله خیلی مسلح هستن، من میترسم اگر خم نه نه هیچ مشکل اینا به خاطر حفاظت خود شما هم اینجا هستن، لیکن خود شما هم اینجا هیچ مشکل با شما ایجاد نمیفته، اینا مجاهدین ما شما هستن، اینا برادرها ما شما هستن، هیچ مشکل. بخیر باشین، زنده باشین. گفت 40 نفر هستن، در 40 نفر همیشون از ولایت فرا آمدن بر اینجا به خاطر گرفتن امنیت، اگر وطن دارا میاین بسیار راحت میتونن اینجا بیاین دعا بکنن عکس بگیرن ویدیو بگیرن هیچ مشکلی نیست. اگر ماشاءالله تو لشکر اگر بغلشون استاد شما میترسن ولی اگر عکسون بگیره نه الحمدلله اینا ماده که مقبره سعی کنه، اینا هم به دیدن مقبره بیا ماده، اینا هم از ولایت قندهار است همینجا مثلا میگن شوق دیدار مقبره عامر صاحب داشتن. بله بله اینا هم به دیدار امیر صاحب بیام ماده. خو 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 خب وطندارا هنوز هست، ما بیرون هم میریم صحبت های دیگه هم می داشته باشیم، همگی جناب مولوی صاحب یک دعا بکنین که بخیر بریم طرف بیرون. آقا آقا صاحب یه دعا بکن. السلام على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.